آیات فساد علی خامنه ای و حجت‌های اسلام سیاسی جمهوری اسلامی، اعتراف والی مشهد به درآمد ماهانه 10 میلیارد تومانی، تکتازی نمایندگان رهبر نظام در فساد، زمینخاری و جنگلخاری و حالا موقوفخاری از خراسان تا گیلان و گرگان و تهران، غنایم جنگی 45 ساله علیه مردم، 45 سال بعد از به قدرت رسیدن روحانیون و 34 سال پس از روی کار آمدن علی خامنه ای، نمایندگان ولی فقیه در استانهای ایران دستشان به فساد و زمینخاری آلوده است و به رغم سانسور رسانه‌های داخل ایران هر از چنگاهی پرده از فساد یکیشان برداشته می شود. تازه ترینشان احمد علم الهداست، نماینده رهبر نظام در خراسان رضوی و عضو مجلس خبرگان، کسی که خطبه‌های آتشینش علیه آزادی‌های اجتماعی و فردی مردم جنجال آفرین می شود. هفته گذشته فاش شد که این روحانی مخالف سرسخت سازش با غرب از 7 سال پیش بی سر و صدا متولی یکی از بزرگترین موقوفه‌های کشور شده. موقوفه مسجد گوهرشاد با 1000 هکتار زمین در مشهد، موقوفه‌ای که پس از آستان قدس رضوی بزرگترین موقوفه ایران به شمار می رود. در واکنش به افشاگری وحید اشتری از فعالان سیاسی اصولگرا، علم الهدا در پست اینستاگرامی تولیت خود بر این موقوفه بزرگ و سهم 10%اش را که ماهیانه حدود 10 میلیارد تومان تخمین زده می شود تایید کرد، اما گفته تولیتش قانونی است. در سالهای 95 و 96 مدیر کل اوقاف استان خراسان که با نظر خود علم الهدا انتخاب شده بود صلاحیت او را تایید کرد. اگرچه گفته می شود اوقاف در همان برهه زمانی ناگهان متولی موقوفه را برکنار کرده و علم الهدا را بر تخت نشانده. اوقاف و علم الهدا درباره این اعمال نظر سکوت کردند. علم الهدا پیشتر به وکیل اشتری پاسخ داده بود که سهمش از اوقاف مسئله شخصی است و کسی حق ندارد از او در این مورد سوال کند. اوقاف کشور ارزش معادل 7000 همت دارد، یعنی 7000 میلیارد تومان، اموالی که در انحصار روحانیون است با نظر علی خامنه ای. اما جدای از این ثروت عظیم، علم الهدا اولین امام جمعه ای نیست که فساد گستردهش افشا می شود. اطلاعات درس کرده از زمینخواری و کلاهبرداری برخی نمایندگان خامنه‌ای در استانها نشان می دهد آنها جز جمعه که مشغول وعظ و توصیه به زهد هستند، در بقیه روزهای هفته مشغول درو کردن اموال عمومی در فرایندی فسادآمیزند. یکیشان کاظم نور مفیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان گرگان، قدیمی ترین امام جمعه کشور که روح الله خمینی ابتدای انقلاب او را حاکم شرع گرگان کرد. او شوهر خواهر محمد فاضل لنکرانی از مراجع تقلید شیعه است و پسرش علی با جناق حسن خمینی. نور مفیدی و خانوادهش کارنامه سیاه در زمینخواری و جنگلخواری دارند. او وسه فرزندش به نام فعالیت اقتصادی برای حوزه علمیه امام خمینی گلستان مشغول قاچاق چوب در جنگل‌های بکر نارخوران و روستای زیارت هستند. خروجیش قاچاق گسترده چوب با درآمد چند صد میلیاردی است. سه پسر نون مفیدی در هیئت مدیره بیش از 20 شرکت و مؤسسه فرهنگی عضویت دارند. شرکت‌هایی در حوزه چوب برای شستشوی پول حاصل از جنگلخواری و مؤسسه‌های فرهنگی که به نامشان امام جمعه اصلاح طلب گرگان حکم به قتل درختان می‌دهد. برادر همسر او علیرضا موحدی یکی از متهمان اصلی اختلاس در بانک سرمایه بود که با اعمال نفوذ او از پرونده کنار ماند و به آلمان گریخت. یکی از پسران او مصطفی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا مدعی شد هیچ فعالیت اقتصادی ندارد، اما نام او در هیئت مدیره چندین شرکت چوب دیده می‌شود. 5 سال پیش کاظم نور مفیدی در پاسخ به انتقادها گفت خمینی در سال 65 در حکم کم نظیری به شخص او اجازه تصرف در امور گرگان و دشت از جمله جنگل‌ها را داد و خامنه‌ای هم عیناً این حکم را تنفیذ کرده. به عبارت دیگر دو رهبر جمهوری اسلامی به او مجوز جنگلخواری دادند. زین العابدین قربانی نماینده پیشین خامنه‌ای در گیلان دیگر امام جمعه است که فسادش مهرس شده. کسی که در کنار مصلای رشت طرح ساخت مجتمع تجاری به نام آدینه را ریخت، اما بعد از پیش فروش آن به صدها شهروند گیلانی خبری از تحویل واحدهای مجتمع نشد. قربانی در پاسخ به مال باختگان این مجتمع را وقف اسلام خواند و متعلق به شخص علی خامنه ای. ما هم مجتمع آدینه را ساختیم، مال ما نیست، یه روجه مال ما نیست، مالک همه این ها ولی امر مسلمین است. او سال 97 به بهانه بیماری استعفا کرد، اما همچنان خبری از تحویل واحدهای مجتمع آدینه نیست. علی خامنه‌ای سال گذشته
به امامان جمعه توصیه کرد وارد کار اقتصادی نشوند. از ورود در فعالیت‌های اقتصادی اجتناب کن. وارد فعالیت اقتصادی شدن بعضی از آقایان محترم ائمه جمعه و بلد نبودن، شکست خوردن، دیگران سوء استفاده کردن، وزر و بالش به گردن نظام موند. او مدعی است نمایندگانش کار اقتصادی بلد نیستند، اما آنها در واقع کار اقتصادی نمی کنند بلکه در فساد اقتصادی غرق شدند. علی فلاحیان وزیر اتلاعات دولت هاشمی رفسنجانی بعد از افشای سکونتش در یکی از ویلاهای بجامانده از دوران محمد رضا شاه پهلوی در پل رومی تهران گفته بود این غنیمت جنگی مسلمانان است و حلال. 4.5 دهه پس از انقلاب نمایندگان خامنه‌ای به جان اقتصاد ایران افتادند. غنیمت جنگی یک نزاع بین آیت الله ها و حجت الاسلام های منسوب به علی خامنه‌ای با مردم ایران. مشتبه پور محسن، لندن.